خانم نظری هستم. بله. من بخش میکنم. یه لحظه اجازه بدید. بفهم. خانم نظری، مهمون دارین. ممنونم. سلام. خوبی؟ رنگ و رو چرا انقدر پریده؟ از آخرین باری هم که دیدمت به هم ریخته تری. چی شده؟ هیچ. راستی اون بنفشه چی شد؟ شکایتش به کجا رسید بالاخره؟ پس گرفت. ببین من مطمئنم اینا همش پرت و پلا بوده. این دنبال پول بوده حتما. بچه‌ها میگفتن خیلی پولکیه. فلورا جان خیلی معذرت میخوام ولی من جایی باید برم. عجله دارم. شنیدم کاربارتون خیلی گرفته. آره بد نیست. بی‌معرفت قرار نبود یا زنگ به من بزنی؟ هنوز بیکارم ها. این اصلا یادم نبود. ببخشید. بیا بریم من به خانه برادرم معرفیت کنم. شاید یه کاری داشته باشه. بدیم دست در نکنم. ندا جون فلر از دوستای قدیمی من. سلام. خوب است. الو شادی با سامان قرار گذاشتی؟ بابا چی انقدر لفتش میدی؟ میگم این کار باید بشه دیگه. این به نفع همه است. خیلی خوب همین الان ردیفش کن به قاسم زنگ بزن. آره خیالت راحت من پیش قاسم آمدم. بهم خبرشو بده. خداحافظ. آقا این دوتا هم هست. از وقتی که پژمان نیست کسی به اینام نرسیده. پسرکم خیلی گل و گیاه دوست داشت. این خرید می آورد خودش هم بهشون رستگی می کرد. خدا رحمتشون کنه. واقعا اگه تو رو نداشتم چی کار باید میکرد؟ چه فایده نمیدونم تو دلت چی میگذره. دلم برای کسی که دوستش دارم خیلی تنگ شده. ولی کاری هم نمیتونم بکنم. دلتنگی؟ دلتنگی بزرگترین درد عالمه. دلتنگی این چیزی نمیخواد. تو بذارش فقط آب روش بریز. چشم. حسابدارمونه خانم جوانمردی. سلام دکتر جان حالت چطوره؟ پیدا کردی؟ دست درد نکنه. صبر کن یه خودکار پیدا کنه. اجازه بدی من یادداشت بکنم. بگو. ساختمونه. نمیای؟ نه آقا تنها باشیم بهتره. من تو ماشین یه ذره بالاتر پارک میکنم منتظرتون.
منم قاسم. آقا چرا دست از سر من بر نمیداری؟ اگه در رو باز نکنی پلیس خبر میکنه. زدی به پلیس؟ برای اینکه هنوز مطمئن نیستم تو قاتل پسرمی. چرا دست سر من بر نمیداری؟ چون نمیدونم حرفایی که زدی راسته یا دروغه. برای چی باید دروغ بگم؟ شما همه زندگی من رو نابود کردی. اینا همش حرفه. دلیل و مدرک برای حرفت داری؟ رو کن. دلیل و مدرک؟ دلیل و مدرک؟ دلیل و مدرک من وجدان خودته. من وجدانت راحته. من از ماجرایی که تو تعریف کردی هیچی نمیدونم. پس عذاب وجدانم ندارم. شما یه بچه 5 ساله رو یتیم کردی، عذاب وجدان نداری؟ نه ندارم، ندارم. نمیشه که هر کسی از راه برسه دیگرون رو متهم بکنه. من هر کسی نیستم. من پسر اون بدبختی هم که سکته دادی کشتیش. خب منم گفتم 10 دفعه هم بهت گفتم. دلیل و مدرکی داری برای حرفت؟ رو کن. اگه دلیل و مدرک داشتم که میرفتم دادگاه. از مزخرف میگی یا دروغ میبافی؟ تو از چی فکر میکنی همه این خودتن ها؟ ببین من پژمان رو نکشتم. تا حالا با خودت فکر کردی؟ شاید اون بیچاره به تاوان ظلمی که در حق ما کردی اونجوری مرد. مزخرف نگو مردک. حقیقت تلخه ها؟ فکر نمی کردی اینجوری تاوان بدی نه؟ دست رو بزن نزن. Thank you.
راحت میتونی نفس بکشین؟ دو تا نفس عمیق بکشی من ببینم. از اجازه بدین وضعیت اکسیژن رو چک کنم تا ببینم وضعیتتون چطوریه. وضعیت تنفس شما طبیعی است. من تا اگه مایل هستین براتون اکسیژن بیارم واسه بکنم. خیلی ممنونم بابا. حال من خوبه. به اون جوون برسیم. اجازه بدید براتون اکسیژن واسه بکنم. نمیخوام. شما تحت مدوا قرار بگیرید. نمیخوام. شما وضعیتتون رو نگاه بکن. خیلی سوختگی شدید باشه. ریات آسیب دیده باشه. باید بریم بیمارستان. خوب میشم آقا. شما رو تو مرتب واسه در بهت نخوره. آقا نمیخوام. لازمه که بریم. من نمیام بیمارستان. قاسم چی شده؟ تو کجا بودی؟ من تو ماشین بودم، اصلا نفهمیدم. کمک کن بریم خونه. بشین بریم برم بیمارستان. نه بیمارستان نمیخوام، فقط خونه. بهتره، میفهمم که حالم بهتره، میخوام برم خونه. جناب دکتر باید اجازه ترخیص بده. همینطوری سر خود نمیتونین پاشین برین. هزینه رو پرداخت نکردین. کجاست حساب داری؟ میرم الان پرداخت. بدون برگه ترخیص نمیتونین. خانم من نمیخوام اینجا بمونم، زوره مگه؟ چی شده خانم؟ بی اجازه پاشو داره میره. آقا بدون هماهنگی که هماهنگی چی آقا؟ گفت پول، گفتم پرداخت میکنم. این آقا اصلا مشکوکه. جباری میگه از توی آمبولانس همش داشته فرار میکنه. چی میگی خانم؟ مشکوک چیه؟ شما گفتی پول، گفتم چش پرداخت میکنم دیگه. دست به من نزن آقا. جناب سرما بود. الان مدرسه چیه بابا؟ لطفا تشریف بیارید بالا. وایسا آقا، وایسا. آقا. آقا با شما. یه دقیقه وایسا. من میگم وایسا. وایسا آقا. وایسا با شما. میگم وایسا. چرا چی میگی؟ آقا گفتم میدم پول دیگه. چه درکو بشه آقا؟ پول گفتم میدم دیگه. بریم کن یه بارو داخل دستم کدوم بیمارستان؟ میخوای چی کار کنی؟ خواهم برم ببینمش. حالش خوبه. از کجا میدونی؟ تو که نرفتی ببینیش. گفتم بهت که فقط یکم دستاش سوخته بود. باشه آرش، من باید ببینمش. شادی خیلی خوب نکن، زنگ میزنم. میخوای چی کار کنی؟ بده من گوشیو ببینم. زنگ بزنی شمارت میفته رو گوشیش، بعدن دردسر میشه برات. بعدم تو الان زنگ بزنی مگه اونجا تلفن تو رو میده؟ همش تقصیر منه. نباید اشتباه قبلمو تکرار میکردم. شادی جان تو کار درستی کردی. قاسم باید با سامان حرف میزد. به چه قیمتی؟ این ماجرای اتفاق بود. قاسم باید بالاخره میفهمید که کشته شدن پسرش هیچ ربطی به سامان نداره. این کاری بودش که ما باید برای قاسم و سامان میکردیم.
فردا. سلام آرش. سلام آقا. ببخش مزاحمت شدم. بیدارت کرده؟ نه آقا چه مزاحمتی. جانم بفرمی. موضوع مهمی پیش اومده که مجبور شدم بهت زنگ بزنم. چیزی شده؟ آره. سامانو گرفتن. کی؟ دیشب. شما که گفتین لوش نمیدین. بازم من لوش ندادم. خودش خواسته از بیمارستان فرار کنه. بهش مشکوک شدم به پلیس زنگ زدن. من میخواستم خواهش کنم بیای منو برسونی آگاهی. باشه چشم آقا رو چشم میام الان. خیلی ممنون. سامانو؟ من قاسمو میبرم ایش آقایی خبرشو بهت میگه. پس چون میخواستی انتقام بگیری دوباره برگشتی به ماهی سراب و باهاش درگیر شدی، بعدش هم پرتش کردی پایین، درسته؟ از همون شب برنگشتم ماهی سراب. هیچ وقت با ایشون درگیر نشدم. همین چند دقیقه پیش گفتی که به خاطر اون آتیش سوزی بابات سکته کرد و تصمیم گرفتی که انتقامتو بگیری. من انتقامم رو گرفته بودم با لو دادن رقم مزایده. همین کی باورش میشه؟ تو سه ما رفتی اونجا کار کردی، اونم با یه اسم مستعار. فقط میخواستی مایسرا رو از دستشون در بیاری ها؟ کافی بود برای من دیگه، چیکار باید میکردم؟ کافی بود. ولی وقتی با اون آدم درگیر شدی به شدت عصبی بودی. خب چه ربطی داره؟ ربطش اینه که اگه انتقامتو گرفته بودی باش دعوا نمیکردی. به قول معروف خنک نشده بودی. بنابراین برگشتی و نکشتمش. حرف منو باور نمی‌کنی؟ خب اگه نکشته بودی چرا فرار کردی؟ من که ترسیدم. برای اینکه همه چی بر علیه منه. برای اینکه هیچ کی حرف منو باور نمی‌کنه. آقا به خدا من نکشتمش. من اون شب خونم بودم. شاهدم داری؟ رفیقم. آدرس شماره تلفنشو بنویس. آگاهی جلوتره. نمیدونم چه آدم خوب نیست، نمیتونم رانندگی کنم. چی شد؟ یخ کرده. فکر کنم فشارت افتاده. چرا دستت میلرزه؟ سرما خوردی؟ نمیدونم چه می فکرم سردیم کرده. چشم سیاهی میره. اینا منتظر من هستن. خب اب نداره، کمکم کن. باکر خودم میرم. آه ببخشید، دیشب فکر میکنم بهتر میشم. پسر جان چرا با من رو درواستی میکنی؟ خب اصلا نمیومدی. من با یه آژانس خودم رو میرسوندم. فکرم بهترم. حالا لطف کن باکر من رو بیار، بعدش هم برو خونه. نه باکرتون رو میارم، بایی میسم برگردین، یکم میمونم شاید بهتر شم. حمایت شما از سامان افضلی یا همون امیر گودرزی برام خیلی عجیبه. من فقط میخوام که حقی ناحق نشه. پسر من کشته شده. بله و
ولی قاتلش سامان نیست. تو چه حسابی این حرفا میزنی؟ حس میکنم من سن و سالی ازم گذشته آقا، بالا پایین دنیا رو دیگه میفهمم. سامان مبلغ پیشنهادیه به سرم رو تو مزایده لو داد و زهرش رو ریخت. دیگه لازم نبود شب برگرده به ماهی سرا و با بچم درگیر بشه. ببینید خیلی از قتل‌ها به خاطر عصبانیت و احساسات زود گذره. شاید سامانم از حرفای اون مرحوم عصبانی شده و دوباره برگشته به ماهی سرا. من باش حرف زدم، موقع حرف زدنم تو چشماش نگاه کردم. اگه قاتل بچم سامان بود میفهمیدم. فکر کردیم به همین راحتیه زل بزنیم به چشای طرف و بفهمیم که کار اون بوده یا نه. این پسر جون منو نجات داده، میتونست این کارو نکنه، فرار کنه بذاره بره، ولی نرفت. دقیقا به همین خاطره که شما دارین ازش حمایت میکنین. من فکر میکنم شما درگیر احساساتتونین. کار ما با مدرک و دلیل و شاهده. سامان هم یه شاهد داره، ازش خواستیم که بیاد اینجا. ممکنه حرفای اون خیلی چیزا رو عوض بکنه، ولی فعلا باید تو زندان بمونه. صلاح مملکت خیش خسروان دانه. من احساساتی میخواستم که حقی ناحق نشه. خود دانید همه چی علیه سامانه، به خصوص با کینه و نفرتی که از من داشته انگیزه کافی برای کشتن بچم پیدا میکنه. اما یه حسی به من میگه کار اون نبوده. تو هرچی فکر میکنم نفهمم کی ممکنه بچه من کشته باشه. چرا اون وقتش هم رفت و سر وقتش؟ چه دشمنی با بچه ای من داشته که اون شب رفته؟ درست شب خواستگاریش؟ نمیفهمم. داشبورد جا گذاشتم. بیا توی استراحتی بکن بعد میری. نه قربان تو، من حالم خوبه. چیزی نه خوب نیست. بیا توی یه چیزی بخور بعد میری. آقا براتون چایی بریزم؟ نه خسته شدم از بس یک کنجی نشستم و چای خوردم.
اگه میتونی یه دمنوش برام بیار. الان براتون دمنوش نعنا میذارم. دستت درد نکنه. الو. الو سلام بابا. سلام بابا. وای بابا من مردم از نگرانی. از صبح چند بار زنگ زدم جواب ندادی. کجا بودی؟ همین الان از آگاهی برگشتی. آگاهی برای چی؟ مگه خبری شده؟ سامان رو گرفتن. وای خدا رو شکر چه خبر خوبی. کی گرفتنش؟ همین دیشب. پس بالاخره گیر افتاد. باید قصاصش کنن بابا. فعلا دارن تحقیقات میکنن. نمیشه فکر کرد که حتما اون قاتله. یعنی چی؟ خب اگه کار اون نیست پس برای چی فرار کرده بود؟ خب برای اینکه شرایط همه علیه اونه. یعنی چی؟ یعنی بهت گفتم به کسی دیگه مظنونه؟ نمیدونم ولی نمیشه فکر کرد 100% سامانه که قاتله. باید صبر کرد. بابا میگم من فکر کنم چند روز دیگه بتونم بیام تهران. یه چند تا آزمایش از عسل گرفتن، اگه ایشالا جواباش بیاد هیچی نباشه ما دو سه روز دیگه پیشتی. خیلی خوبه، منم خوشحال میشم. دلم براتون تنگ شده بابا. قربونت برم، منم خیلی دلم برات تنگ شده بابا. بابا میگم با اجازتون من قطع کنم، عسل داره وول میخوره الان بیدارشه جیغ جیغ میکنه. کاری نداری؟ برو بابا جان مواظبش باش. خدا حافظت. خدا حافظ. براتون نبات هم بندازم؟ لط میکنی بابا، دست درد نکنه. این فاکتور برای ماهی سراست. میبری طبق همین فاکتور بار میزنی. منم خودم بعد از ظهر میام. کریم تو اینجا میمونی کارت دارم. چشم آقا مرتضی. الان با چه روی اومدی اینجا؟ راست میگه. چقدر برای پول گرفتی؟ سامانم که گرفتم. اگه رقم مزایده رو به سامان نگفته بودین الان این اتفاقا نمیافتاد. آقا پشمان خدا بیامرزم زنده بود. سامان آقا پشمان رو نکشته. اگه نکشته بود که تا الان قایم نمیشد. چرا یه نفر میتونه کثیف باشه؟ با التماس میده جای استخدام بشه بعد بزنه صاحب کارشو بکشه. چه روی داری شما؟ من اگه جای شما بودم دیگه پامو اینجا نمیذاشتم.
خانم جوامردی، خانم جوامردی، چی کار داری؟ کارگره الان شاکی هن. دست خودشون نیست. بالاخره همه میفهمن سامان قاتل نیست. منم میدونم. چیو؟ این که سامان قاتل نیست. از کجا میدونی؟ یه دوستی دارم که یه چیزایی راجع به این اتفاق میدونه. یه مدرکی داره که نشون میده که پژمانو کشته. اگه دلتون بخواد میتونم کمکتون کنم که نامزدتون رو نجات بدین. چرا نمیری اینا رو به پلیس بگی؟ این که مدرک دستشه همینطوری کاری رو انجام نمیده. منظور چیه؟ آدم گرفتاریه. میتونی کمکش کنی که از گرفتاری در بیاد. اگه نمیخوای سامان رو نجات بدی؟ میدونید که اگه نتونید ثابت بکنید که بیگناهه، حکمش چیه؟ اعدام. این دوست من آدم گرفتاریه. باید کمکش کنی. آقا مرتضی، من همه کمکم به سامان میکنم تا بیگناهیش ثابت بشه. اما حاضر نیستم به کسی باج بدم. ترجیح میدم پلیس کار خودشو بکنه. باج چیه؟ هم تو میدونی داری چی میگی، هم من میفهمم. برو به کارت برس آقا مرتضی. باشه، میرم. جای من زندان. طفل خواهرم. از رونا خبر داری؟ خیلی دلم براش تنگ شد. آرش تو بعد میذاشتی خودش تصمیم بگیره که کنارت بمونه یا نه. اینجوری چه حق انتخابی بهش نده؟ چطوری کنارم بمونه؟ زندگی اون با من به هیچ جا نمیرسه. آرش این خیلی بده. تو داری به جای همه فکر میکنی و تصمیم میگیری. اجازه هم نمیدی هیچ کی بهت کمک کنه. بابا تو که نمیخواستی پژمانو بکشی. میدونم قاسم از حق قصاصش نمیگذره. از کجا میدونی؟ برو پیش رونا. همه چیو براش تعریف کن. اینجوری برای هر دوتون خیلی بهتر. برو آرش. نظری از وقتی اون قسمت رو باز کردیم توی اپ برای شکایت مردمی، خدا رو شکر مشکلمون خیلی حل شد. این مدت من همه رو تونستم تنهایی از پسش بر بیام، فقط یکی دو مورد پیش اومد که من نتونستم خیلی کاری بکنم. گفتم بهتر شما هم در جریان باشید. سلام بابا. ندا جان یه چند دقیقه بشین با حرف دارم. بفرمایید. کاروبار شرکت چطوره؟ خیلی خوبه اصلا. فکرش هم نمی کردم. وقتی میگی خوبه یعنی عالیه. آرش چطور پسریه؟ چطور مگه؟ خب بالاخره قرار دامادم بشه. خواستم ببینم چه جور آدمیه. خب آخه شما که خودتون دیدینش، باهاش حرف زدین. الان بالاخره شما دارین تو اون شرکت باهاش کار میکنین. میخواستم نظر تو رو هم بدونم. والا منم زیاد ندیدمش. کم میاد دفتر. یعنی چه؟ یعنی به اونجا سر نمیزنه؟ چرا؟ ولی خب کارش بیشتر برنامه نویسی و راه اندازی اپ بوده. الان دیگه بقیه کارو بیشتر به عهده رامین و روناه. بالاخره باید بیاد اونجا یا نه؟
رابطش با رونا خوبه؟ شما چه سوالایی میپرسین بابا جون؟ خب معلومه که خوبه. الان یه مدتی رونا حالش خوش نیست و همش تو فکره. با اینکه کارشون خوب شده باید خوشحال باشن. حرف خواستگاری و عروسی و جشن و این چیزا باشه، ولی اصلا از این حرفا نمیزنن. چیزی شده؟ والا من که چیز خاصی ندیدم. بابا جون من باید یه زنگ به مامانم بزنم. منتظرم اگه اجازه بدید من برم. خواهش می‌کنم بفرمایید. ببینیم یه شب همه به موقع میان دوره هم شام بخوریم. فعلا که مثل لشکر شکست خورده میمونیم. رامین تو کارخونه است. ندا میاد. رونا باهاش نمیاد. معلوم نیست چرا با هم نمیاد. خب ندا این کارش زودتر تموم شده زودتر اومده. حتما رونا کار داشته که مونده. الان نشستم تو حیاط چند کلمه‌ای با ندا حرف بزنم به اون عبور رفت. راجب چی حرف میزدی؟ در مورد آرش و رونا. زنگ بزن به مادر آرش بگو بیان برای خواستگاری. الان؟ مگه خودت عجله نداشتی؟ اصرار نداشتی که بیان خواستگاری؟ نه خب الان که دارم شام درست میکنم. کارم تموم شد خودم زنگ میزنم. باش. کارت که تموم شد حتما زنگ بزن. نه به اون اول که اینقدر مخالفت میکردی، نه به الان که اینقدر عجله داری، نمیفهمم. خب من یه قولی بهش دادم، سر قولم هم هستم. پسرم که خودشو نشون داد دیگه. کارش درسته. پس همه چی حله. آخه شما به اینا 6 ماه وقت داده بودی، حالا بایسته ببینیم چی میشه. قراره چی بشه؟ خب کار دیگه، بالا پایین داره. تو خودت اصرار داشتی و عجله داشتی، حالا میگی صبر کنیم؟ من میگم یه خورده صبر کنیم بد نیست. مسئله چیه فریده؟ چیو داری از من مخفی میکنی؟ هیچی والا، من فقط میگم عجله نکنیم. مسئله عجله نیست، مسئله نامحرم بودن منه. یعنی چی؟ یعنی این که من تو این خونه غریبم. دختر من چند وقت حالش بده، اسم دیگه از آرش نمیاره. تو هم که داری منو بازی میدی، فکر میکنی نمیفهمم؟ فریده، یا به من میگی چی شده یا خودم میرم سراغ این پسره. خب تلفن بزنم به خودش، از دهن خودش بشنوم که چرا این کارو بکنه. از که اینقدر راحت بمنده توف مینداختی تو صورت کسی که اینقدر تحقیرت کرده؟ تو فکر کردی من همین جور میستم تو با اعصاب و روان دخترم بازی کنی؟ چرا با رونا دعوا کردی؟ تو که خودتو میکشتی براش. اگه نگران من بودی میگفتی آرش چیکار کرده. بهت گفتم دیگه اسممو مرتی کردم. بلا تکلیفی تو از همه چی بدتر. به صلاح تو آرش رو فراموش کن. یعنی کلا برای همیشه گذاشتیش کنار؟ دیدی که پدرش چیکار کرد. بلدم با چیکار کنم. بیچاره‌ت میکنم. توی تاریکی شب آه در جریان بود.